تدابیر امنیتی در اطراف خانه ای امران خان در شهر لاهور شدید است. صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف امروز 5 آگست از همین جا بازداشت شد. حکم دستگیری و سه سال زندان او را محکمه در اسلام آباد صادر کرد. امران خان به بیش از 150 قضیه فساد مالی متهم است. اتهاماتی که خود او رد کرده میگوید انگیزه سیاسی دارند. وکیل مدافع عمران خان ساعت پس از بازداشته او گفت که موکلش به محکمه عالی یا استر محکمه مراجعه خواهد کرد جی جی ما حق داریم برخلاف این حکم محکمه در استر محکمه تقاضای استیناف کنیم عمران خان می تواند در استر محکمه حاضر شود و تقاضای استیناف کنیم در اسلام آباد این سیاست مداران طرفدار دولت و مخالف حزب تحریک انصاف به حمایت از حکم بازداشت عمران خان شعار سر می دهند. جب تک تک... این کرکت باز معروف که پس از بازنشستگی از ورزش و سیاست رو آورد در ماه اپریل سال گذشته توسط پارلمان سلب صلاحیت و از موقف صدارت پاکستان کنار زده شد امران خان در اوایل از حمایت اردوی نیرومند پاکستان برخوردار بود اما در کمتر از دو سال گذشته از نقش جنرالان در شکل دهی سیاست های پاکستان انتقادهای تند کرده است او حدود دو ماه پیش در مصاحبه با رادیو مشال گفت که پاکستان باید از یک کشوری که توسط نهادهای امنیتی داره می شود به یک دموکراسی واقعی مبدل شود که رسیدگی به مردم در آن اولویت داشته باشد امروز باید بدانیم که اگر تغییر نکنیم آینده ما از همین حالات در خطر است اگر ما یک دموکراسی واقعی و حاکمیت قانون را در پاکستان به وجود نیاریم با تاسف باید بگویم که در وضعیت جاری و اگر همین گونه ادامه دهیم آینده نخواهیم داشت در تاریخ نزدیک به 75 ساله پاکستان چهار دکتاتور نظامی بر این کشور حکم روایی کردند اردو همیشه بر حکومتهای ملکی حاکم بوده و تقریبا همواره حکومتهای ضعیف ملکی توسط های نظامی از قدرت کنار زده شدند. جنرالان قدرتمند اردو به تکرار احضاب سیاسی را ایجاد و یا منحل کردند.